Nawa dwóch godzin. A Dziafer jedno sypa. A na chóreś. Jedno sypa. Na wózę. Nawa dwóch godzin. میخوام برای اولین بار بهتون نشون بدم که افکار ما آیا واقعا تأثیر داره روی محیط اطراف یا نه. اول بهتون بگم که آقای ماسارو ایموتو برای اولین بار اومد این آزمایش رو انجام داد. 10,000 نمونه آزمایشگاهی آب برداشت و هر بار کلام متفاوتی بهش جاری کرد. یعنی یک بار با کلام مثبت با آب صحبت کرد، آب رو گذاشت توی دمایی که یخ بزنه، برد زیر میکروسکوپ گذاشت، کریستالای آب رو نگاه کرد، دید وقتی کلام مثبت به سمت آب جاری میکنی، آب کریستالهاش که یخ میزنه خیلی طرح شفاف، هماهنگ و زیبایی داره. اما وقتی کلام منفی به آب میگی، آب واکنش نشون میده و اون کریستالهاش تغییر حالت و ظاهر میده. و 10,000 نمونه آزمایشی انجام داد، اما نمیتونست به صورت علمی این موضوع رو ثابت کنه تا اینکه سال 2017 یک کتاب بسیار مهم از انیستیتوی اشتوتگان آلمان اومد به اسم Water and its Memory، یعنی آب و حافظه آن. و توی این کتاب برای اولین بار دانشمندای آلمانی اومدن آزمایش‌های فوق‌العاده علمی با پایه اساس خیلی محکمی انجام دادن و دیدن آب واکنش فوق‌العاده مؤثری از کلام ما دریافت میکنه. ما اومدیم این آزمایش رو خودمون انجام دادیم. بریم ببینیم چی شد. من رفتم 10 تا سیب خریدم. این سیبا رو آوردم بین بچه شرکت تقسیم کردم. گفتم هر کدوم از شما 2 تا ظرف بهتون میدم. این سیبا باید از وسط نصف کنید و هر کدوم از این نصفه سیبا رو توی یکی از این ظروف بذارید و درش رو ببندید. بعد بهشون گفتم که یکی از ظروف باید عبارات منفی روی کاغذ نوشته بشه و چسبونده بشه بر روی در این ظرفه و اون یکی ظرف عبارات مثبت. پس ما 2 تا ظرف داریم، میخواییم 1 هفته 10 روز بگذره ببینیم چه تغییر حالتی این سیبا از خودشون نشون میدن. 10 روز گذشت، تمام نمونه ها رو جمع کردم و خیلی جالب متوجه شدیم ظرفی که عبارات مثبت روش نوشته شده، اون سیبه مقاومت بیشتری از خودش نشون داده در برابر خراب شدن، اما اون ظرفی که عبارات منفی روش نوشته شده خیلی زودتر خراب شده. از کجا فهمیدیم سرعت خراب شدنشون زوده یا کنده؟ چون ما یه نمونه خنسا هم داشتیم، ظرفی رو گذاشتیم که روش هیچی ننوشتیم که ببینیم به نسبت اون ظرفه کدوم زودتر خراب میشه کدوم دیرتر خراب میشه. خلاصه نتیجه آزمایش چی شد؟ ببین رفیق، تو وقتی یک بار فقط یه عبارت منفی رو نوشتی و چسبوندی روی ظرف یک سیب و سیب نسبت به اون عبارت منفی که یک بار تو نوشتی و انجام دادی واکنش نشون داده، پس ببین اگه هر روز داری عبارات منفی توی ذهنت مرور میکنی چه بلایی سر خودت داری میاری. 70% جسم انسان از آب تشکیل شده. اگه دانشمندا تحقیق کردن تأثیر کلام روی آب فوری و آنی و حتمیه، پس ما چی؟ اصلا توجه میکنی در طول روز مدام چه افکار منفی داره تو ذهنت جابجا میشه و چه آسیبی داره به جسمت میرسونه؟ یه آزمایشی انجام دادن، متوجه شدن خیلی از افرادی که سرطان میگیرن توی سنین بالا به خاطر تکرار افکار به شدت منفی روزانه است و اولین جایی که تأثیر اون فکر گذاشته میشه روی جسم این افراده. افرادی که همیشه سالمن سلامتن، اگه نگاه کنی همیشه افکار مثبتی دارن توی ذهنشون. برید تحقیق کنید افرادی که دور و برتون هستن رو، برید نگاه کنید، خودتون متوجه این موضوع میشید. میخوام فقط یه چیزی بهت بگم، افکار تو حامل انرژی و قدرته. اگه تو میتونی نتیجه‌ای بر روی آب، قطره آب بذاری و حالت آب رو تغییر بدی با افکارت، تو میتونی این تغییر رو روی نتایج زندگی هم بذاری، روی درآمدت، سلامتیت، حتی ارتباطاتت. متوجه هستی که آیا افکارت در حال حاضر داره سلامتیت رو بیشتر میکنه یا کمتر؟ درآمدت رو بیشتر میکنه یا کمتر؟ روابطت رو بهتر میکنه؟